سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از خبر دستگیری مهدی یراحی، خواننده پرطرفدار و مردمی ایران و واکنش‌های اعتراضی به این دستگیری. با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. در روز ششم شهریور 1402 خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت مهدی یراحی به دستور دادستانی تهران خبر داد. بازداشت این ترانه سرا و خواننده معترض دو روز بعد از اون صورت گرفته که اعلام شد برای اون پرونده قضایی تشکیل شده. رسانه قوه قضاییه روز شنبه تشکیل این پرونده رو مرتبط با انتشار یک ترانه غیرقانونی و خلاف اخلاق و عرف جامعه اسلامی اعلام کرده بود. مهدی یراحی به تازگی آهنگ روسری تو رو در حمایت از دختران و زنان معترض به حجاب اجباری منتشر کرده بود. این آهنگ بازخوانی ترانه از خودت خبر بیار اونه که 10 سال پیش منتشر شده بود. بعد از اون هم عکس‌هایی از لحظه دستگیری اون توسط وبسایت‌های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی منتشر شد و در اون عکسی هم از تلویزیون و پلی‌استیشنش منتشر کردن که این هنرمند در حال بازی پلی‌استیشن بوده، که خیلی از طرفداران مهدی یراحی حرف‌های جالبی رو در پاسخ به انتشار این عکس‌ها و لحظه دستگیری اون زدن. خیلی‌ها گفتند خوبه که در حال لوات با باجناقش نبوده که دستگیر شده. خوبه که در دفترش و با منشیش مشغول کار غیر اخلاقی نبوده که دستگیر شده. و اینطوری اشاره کردند به فیلم‌های غیر اخلاقی که توی این مدت اخیر از مسئولان حکومت جمهوری اسلامی بیرون اومده. مهدی یراحی از جمله خوانندگانی بود که با وجود اینکه در ایران زندگی می‌کرد اما بدون ترس و با شجاعت کامل شونه به شونه مردم در اعتراضات حضور داشت. اون در بحبوحه اعتراضات سراسری به همراه 52 نفر دیگر از هنرمندان از جمله ترانه علی دوستی، اصغر فرهادی، منیژه حکمت و هنرمندان دیگه‌ای مثل مهراب قاسمخانی از سوی حکومت جمهوری اسلامی ممنوع المعامله اعلام شدند. قبل‌تر هم اون با انتشار پست‌ها و هایی و با پوشیدن لباس کارگران فولاد خوزستان از کارگران و اعتراضات مردمی و همچنین اعتراضات آبان 98 که برای گرونی بنزین بود حمایت تمام قدی کرده بود. حالا ما هنرمندان و سلبریتی ها و افراد معروف و مشهور به دستگیری اون اعتراض کردند و خواهان آزادی اون شدند. حمید فرخ نژاد با انتشار خبر بازداشت مهدی یراحی نوشت ایران زندانی به وسعت یک کشور. احسان کرمی نوشت مهدی جان، میلیون ها ایرانی که صدایشان بودی امروز سایه تو هستند، همین است که کابوسشان شده ای. ترانه علی دوستی هم این عکس و خبر دستگیری مهدی یراحی رو منتشر کرد. اینکه وکیل مهدی یراحی گفته اطلاعی از اتهامات شعبه رسیدگی کننده به پرونده و نهاد بازداشت کننده مهدی یراحی نداریم و ما هم خبر بازداشتش رو از رسانه ها شنیدیم، نوشت صدای مهدی یراحی باشید. سامر رجبی هم نوشت مهدی یراحی صدای بی صدایان. صدای شجاعت و آزادی خواهی مهدی یراحی رو نه تنها نمیشه به بند کشید بلکه تکثیر هم خواهد شد. جمهوری اسلامی از مقاومت‌های مدنی زنان در کنار حمایت مردان میترسه. پرستو صالحی نوشت و بیشک مهدی یراحی میدونست بعد از انتشار اثر جدیدش چه اتفاقی براش میفته، ولی ادامه داد و این شکلی یک هنرمند ماندگار میشه. بعد هم پرستو صالحی در استوری دیگه‌ای با توجه به انتشار عکس‌های لحظه دستگیری آقای یراحی نوشت این حرومزاده‌ها عکس گذاشتن از دستگیری مهدی یراحی تو کانال‌های کثافت خودشون. تمنا می‌کنم به احترام مهدی این عکس‌ها رو شما مردم فهیم بازنشر نکنید. قصد اونها ایجاد ترس و وحشت و هنرمند رو عاجز نشون دادنه، در صورتی که مهدی یراحی و هر هنرمندی که این گونه پای مردمش می‌ایسته برای مردمش اسطوره میشه و ماندگار. مهدی یراحی درود به شرفت مرد بزرگ. استوری خانم محشید حامدی، استوری مهناز افشار،
پستی از حمید طالب‌زاده که نوشته برای حمایت از هنرمند مردمی مهدی یراحی که بازداشت شده، حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که کارهاشو بیشتر شیر کنیم. آزاده مختاری هم در اعتراض به انتشار عکس‌های لحظه بازداشت مهدی یراحی این پست رو منتشر کرد که در مرورگر گوگل وقتی تصویر لحظه بازداشت مفسدان اقتصادی رو جستجو می‌کنی، در 99% موارد یک عکس تزئینی از لحظه بازداشت نشون داده شده که دستان بسته متهمی ناشناس است بدون صورت نمایان. چرا؟ جرم مفسدان اقتصادی کمتر از مثلا معترضان به شرایط اجتماعی و اقتصادی است؟ خانم سیما ثابت، مجری دوست داشتنی ایران اینترنشنال هم نوشت مهدی یراحی دستگیر شد. جمهوری اسلامی مثل هر دیکتاتور حقیری تلاش میکنه صدای آزادی خواهی رو ساکت کنه. جمهوری اسلامی هر روز ذلیلتر و حقیرتر رو در روی مردمی میسته که پرشکوه ترین رویای انسان یعنی آزادی رو میخواهند و مثل همه دیکتاتورهای تاریخ به پایان خواهد رسید که انسان برای بردگی و زیردستی آفریده نشده. انسان در قامت انسان شایسته و سزاوار آزادی است. حمید فرخ‌نژاد در استوری دیگه هم با انتشار این عکس ها از لحظه بازداشت مهدی یراحی در منزل شخصیش نوشت چقدر حقیر و بدبختین که نمایش قدرتتون دستگیری یک هنرمنده که جرمش خوندن از درد مردمشه. این همه مزدور رفتین و یه آدم دست خالی رو دستگیر کردین که بگین اقتدار دارین؟ آقای علی کریمی هم ویدیویی رو از حمایت دختر شهید رحمت الله حسین زاده از مهدی یراحی منتشر کرد که این خانم با پخش آهنگ روسری تو در بیار جلوی دوربین کشف حجاب کرد. خانم ژاکلین ویگن هم نوشت دستگیری و زندانی کردن یک هنرمند فقط به دلیل ابراز نظر به شدت محکوم است. امید دارم که وضعیت جسمانی و روحی این هنرمند به نام مهدی یراحی خوب باشد. برای چنین وضعیت اسفناک موجود در کشور قلباً متأثر و متأسفم. استوری حسین پورکریمی که هشتگ مهدی یراحی رو زده و نوشته هر جای دنیایی دلم اونجاست. استوری شبنم طلوعی، استوری ریحانه پارسا، استوری خانم مریم بوبانی، استوری علی پهلوانی خواننده گروه آریان که نوشته به گریه اعتراض کن. آقای کاوه یغمایی هم با انتشار عکسی از مهدی یراحی نوشت زمان بزندرو حکومت در مورد هنرمندان عزیز ایران به سر آمده. مهدی یراحی هنرمند و همکار عزیزم رو هم بازداشت کردند. هنرمندان آزادیخواه در راه آزادی مردم خود قدم برداشتند و این وظیفه و مسئولیت ما هنرمندان است که در این راه با تمام توان فعالیت کنیم. آیا دستگیری و به زندان انداختن هنرمندان عزیز آزادیخواه ایران عواقبی برای حکومت فاسد و آقازاده پرور جمهوری منحوس اسلامی ندارد؟ آیا زمان آن نرسیده که برای جلوگیری از رقم زدن آینده سیاه توسط جمهوری اسلامی برای نسل‌های بعدی ایران اقدام کنیم؟ آیا زمان آن نرسیده که متوجه شویم سکوت ما حاشیه امنی برای ما و خانواده ما نخواهد بود؟ آیا زمان تمام کردن داستان کابوس 44 ساله ایران نرسیده؟ از هنرمندان آزادیخواه خود دفاع کنیم، چون آنها برای آزادی ما قدم برمی‌دارند. مردم عزیز ایران، فقط با اراده شما فردای ما روشن خواهد شد. به امید آزادی این هنرمند محبوب و مردمی، ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.